تاریخ 29 مرداد ماه 1351 وزارت محترم دادگستری مدت 7 سال است که این جانب علی عزت فخار از بابت یک قطعه زمین موروثی از مادرم که توسط خاله این جانب تصرف شده است به اداره ثبت نامه نوشته و شکایت کردم. بازرسی محترم شاهنشاهی مدت 7 سال است که زمین موروثی این جانب علی عزت فخار توسط خالم خالونبالا شکرانی غصب گردیده است و مدت 7 سال از تاریخ علی آقا سوم علی آقا ماشینت پره سوم فروردین ماه 42 که این جانب خدمت مقدس سربازی را به پایان رسانیدم طبق مقررات به اداره ثبت مراجعه
و تقاضای رسیدگی کردم. بارها نامه نوشتم و مدارک لازم علی آقا! اومدم! مدارک لازم را ارائه دادم، اما کسی به حرف حقیر توجهی ننموده است. تقاضا دارم امر به رسیدگی صادر فرمایید تا احقاق حق این جانب شده و ظالم به مجازات برسد. با تقدیم احترامات فائقه، علی عزت فخار. اگه این بدمصد نمره داده باشه مفت گرونه، الان داشتن میگرفتنم. برای چی شده علی؟ شاید خودت نمره دادی. از کجا میدونی؟ نه من نمره ندادم، حسابش هم اینه، آدمی که ماشین سویچی میخره سوار میشه حواسش جمع میکنه نمره نده. یه کارش میکنم، حالا موتورشو ببینم. علی خان سه تا اوراقی خریده. خب میرم پیشش، شاید بتونم بازیش کنم یه جفت از نمره‌هاش رو بخرم. دینامش هم که کار نمی‌کنه، مال تسب پروانه‌شه. این زو مثلا اینقدر ندونش، گفتم بیار یه 2400 بخوابونش تا وسط جورش کنم. اینقدر نه تو هیچ بذارت تا تو رو خدا اینا رو جورش کن برام. پولش هم هرچی بشه میدم، میدونی؟ یه جفت نمره است دیگه. جمعه میخوام یه سر برم سر زمینم، بعد میارم میخوابونمش. قربونتم، تو رو خدا این نمره ها رو جورش کن بازم، جون من. نکنه من این از زندون آزاد شده علی؟ نه تو بمیری، میخوام برم سر زمینم، بعد میارم میخوابونمش. جون تو والا. آره بابا. بیا، این نامه من ثبت واسه تو اومده. دادم شاید او سباس برام خوندش. فایده نداره علی، تو حقی به اون زمین نداری. بی خود نوشته، مگه حلکیه؟ خالم رفته باشون ساخت و پاخت کرده، آخه زور پول اون بیشتره. اما من مدرک دارم، حالا نشونشو میدم. آره خیال کردم میتونم زمین بالا بکشم، اما من ولکن نیستم. نگاه شب که میره خونه اینا رو ببر واسنت، سلام آرام بهش برس. قربونی دست علی.
تو هستی علی؟ چرا اینجا نشستی بابا؟ سلام دایی مسیب. سلام بابا جون، پاشو بیا تو. ببین علی خان، پسر جون دست بکش، والا به خدا حیفه. آخه یه نگاه به خودت بنداز، تو خواهرزاده خانومی، آخه بسته دیگه بابام. همین پیروز خانوم بهم گفت دایی این پسر هنوز فعلگی اینو اونو میکنه، هنوز گل این ور اون ور میبره. من بهش هیچی نگفتم. دیروز گفت در اتاق وا کنن بید نزنه، ترسیدم بره بالا و بفهمی که قالی رو بردی فروختی. حرف تو حرف آوردم، یه جوری پیچوندمش، خلاصه نذاشتم بفهمه. بسته این کارا بابا، والا بده عیبه. باز از سخت اومده بودن، خانم خیلی ناراحت شدن. چرا بر میداری به این اون نومه میویسی؟ اون زمین خدا بیامرز مادرت 25 سال پیش صلح کرده به خانم، چرا آب روی خودت و فامیلت این ور اون ور میریزی؟ آخه چه نتیجه؟ تو اگه یه جا بمون بودی کجا از اینجا بهتر؟ مگه همینجا بزرگ نشدی؟ مگه پوست و گوشتت مال همینجا نیست؟ چطور رود میشه بری واسه خالت عرض حال بدی که این مالم خورده؟ این یه عمر خرج تو داده، گذاشتتت رفتی مدرسه، خودت بمون نیستی پدرم، خودت نااهلی. چی بهت بگم والا؟ حالا یواش برو کسی نفهمه اومدی. تو اگه عاقل بودی کی بهتر از تو واسه دختر خالت؟ ای بابا ای بابا، یواش یواش، منیر خانم بیداره، یواش.
این زمین بنچاقه. 8 سالم هست دارم نامه می نویسم. خالم راضی به تفکیک زمین نیست. میگی چی کار کنم؟ شایدم تا آخر عمرش راضی به تفکیک نشه. آخه تکلیف زمین من چی میشه؟ اینجا نوشته مراجعه بفرمایید. قانون انحصار وراثت. بفرمایید. این تبصره 24 از ماده 3. من که میدونم هرچی بهت بدم یه ساعت دیگه علف خرسه. بیا اینم 300 تومن. ساعت 5:30 میری باغ حاج انصاری. خدا حافظون. برو بینم. خوش اومدی.
بیا بالا. بیا از این طرف دستت بده من. یواش به پنه ایت یواش. آب الان حال تو جامعه نه ترس، هر کی بودن رفتن توی کارشون، چیزی نیست، حول کرد. یواش یواش بیشی برسی بشین 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 بشین. بهتر نشدی؟ خودم چه خوب قد پا در من. حالا راحت با اینا میتونی راه بری. چی شده این؟ نه تا تموم شد، رفتم پی کارشون. دلم داره ضعف میره. چش رو چشم ماهو دیدم، ماهو دیدم، ماهو دیدی؟ به من نگاه کن، رونو خوبه. کیان دنبالت؟ چی ازت میخوام؟ چی میدونم؟ نمیشناختشون؟ بلش کن. شام چی دلت میخوام؟ ثواب میخوای؟ جواب میخوری؟ آره باشی، همین بالاها یه جایی بردم، گوشت خوبی داری، گوشت تازه، میریم هم اونجا. بیا 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 بخور، حالت جا میاری. بیا بگی تعدلتو میگی. Thank you.
بهتر شدی؟ چطوره؟ بخور، خیلی خوبه. تو بچه کجایی؟ چطور مگه؟ با معرفتی؟ وقتی پریدی وسط خیابون من وهم برم داشت نزدیک بود بزنم بهت من فقط سایت دیدم چی شده بود؟ پولتو نداده بودم؟ من پولکی نیستم بیا بخون سلام نگفتی اسمت چیه مهری باریکلا مهری خانوم ای دست تو بکش چرا؟ مگه چی شده؟ نمیدونم شاید اول پولتو میخوای ها؟ ها؟ نه من که گفتم پولکی نیستم و چی شده؟ بیا بذار پیرانت رو دررم نه نکن حالشو ندارم چرا نداری؟ چت شده؟ اگه نمیخواستی چرا سوار شدی؟ بیا بیا جلوتر بیا بیا او بلم کن بیا نکن گفتم که حالشو ندارم شب مهتاب و ابر پاره پاره شراب خال رومان در پیاله Thank you.
چیه دلخوری؟ تو کی پا شدی؟ پرسیدم دلخوری از قضیه دیشب؟ نه بابا. تو حالشو نداشته دیگه. راستشو بخوای خودم هم همچی حالی نداشتم. بیا چند تا بذار دهنت، حال تو جا میاره. صبح هیچی بهتر از میوه نیست. بیا بخور. من بچه همین باله ها، این چیزا رو خوب میدونم. از کجا اینا رو کندی؟ از وسط درخت ها، بوتاش همه جا هست. چیه میترسی؟ نگاه. نه ترس، با این چیزا نمکگیر نمیشی، جوره دیگه گیر میفتی. بیا ورد بخور. کجا کندی؟ از وسط درخت ها. نه؟ چی شده؟ موتور داغ کرده، مال تسمه پروانه شه. بیا یه دقیقه دراز بکش تا ماشین خونک شه. بشین جلوتر، اینم بزر پشت. خوب قد دفتا. آره خیلی هم راحته. تو زن نداری؟ تو مگه؟ آخه مثل مردایی میمونی که 100 سال زن داشتن، خوب راشو بلدی. از قضا راشو بلد نیستم، حسابش همینه. تا حالا با هر زنی که روبرو شدم نکنال کردم. نه،
زن نبودن عزیز، زن نبودن. نه حالا نه، نکنه ما رو دست انداختی، شاید اصلا حلش نیستی. نمیشتفی چی رو؟ بوی نم دریا رو، بچه های دریا بوی نم دریا رو که میشنفن وا میدن، دست پاشون میلرزه. دلت میخواد بریم لب آب؟ آره خیلی دلم میخواد برم تا بابل، برم سر خاک مادرم. همین دیروز واسه مادر بزرگم کاغذ دادن، اون هنوز زنده است. اگه این بازی در بیاره و نره چی؟ اگه وسط راه بذارتمون؟ نصف راه اومدیم دیگه چیزی نمونده. دوست داری باهات بمونم؟ دلت میخواد منو بشونی و خرجمو بدی؟ تو مگه کسی رو نداری؟ تو شهر چی کار میکنی؟ خونت کجاست؟ اونا کی بودن دنبالت؟ شایدم جیگرشو نداری و از در به دری خوشت میاد.
با گل سر و کار داشتن کار هر کسی نیست. قنچه رو که از باغ میچینن تو ماشین میذارن هزار فوت و فن میخواد تا به گل فروشی برسه. قنچه اگه ساقش بشکنه به درد نمیخوره، اگه زیادی باد خشک بهش بخوره وانه شده خوش میشه از بین میره. گلم همون رطوبت نفس آدمیزاد میخواد تا جون بگیره و واقش. قدرت خداست. بنفشه ها رو دیدی؟ وقتی خوب بهشون نگاه میکنی چشم ابرو دارن، لب و دهن دارن، گریون و خندون دارن، خوشحال و بدحال دارن. مریم، سنبول، داوودی، گل یخ، میمون که وقتی گلوشو فشار میدن دهنشو وا میکنه میگه آب آب. یه زمینی دارم، نه زیاد کوچیکه نه خیلی بزرگ، دو دور که دورش به دویی خسته میشی. زمین خوبیه، میخوام توش گل بکارم، یه کاسبی حسابی را بندازم، یه عمارت خوشگرم اون وسط بسازم برم توش. خیلی زمین خوبیه، کسی بهش دست نزده، اما سبز سبز مورد سبز. این باد که رو این سبز هاش میدوه ها، انگار رو مخمل دست میکشی. صبح زود، صبحای زود که رو علف ها شبنم میزنه زمین پر قاصدک میشه. خوش خبر باشین، وقتی که سرمه ای هوا کم کم سفید میشه انگار هر کی رو صدا کنی همون دو ببره. آها، حیف شد
بیا. سلام. بیا بخور. خوبم هست. بذار این ماست خیارم درستش کنن. پروانه هم بریده منه تا فریدون کنار ببرم. سوار شما بچه بردون الان برمیگردم. اومدی؟ چیه؟ نکنی خاطر خواب شدی ها؟ آره شدی؟ چیته؟ پرسیدم خاطر خواب شدی؟ دیشب چیز خورت کردم. So
چراغ بیار جلوتر. همونجا هم بهت گفتم تصمیم پروانه سیتروئن لامصب عوض کردنش درد سر داره، چون آرام میگیره. تازه باتریتم خالی کرده، استارت نمیزنه، باید هولش بدیم. باتریت آره، دینامت کار نمی کرده. بیا قربون دستت. الان دیگه تموم میشه. بذار خلاص، بسار بزن، باتری هم نداریم، یه کارش نومه. ما رفتیم، خدافز، خدافز. به سلامت.
اینها همینجاست. نه بیا بریم تو. بیا بیا با هم بریم تو. قسم بخور، قسم بخور، خودت گفتی این آقا مجرم. یا آقای ما، یا آقا هم میرین امام رضا. خودت گفتی، خودت گفتی مجرم. یا اینجا رم یادمه. بیا بریم. Thank you.
مردی چی بود باش حرف میزدی؟ هیشکی منو با یکی دیگه عوضی گرفته. همیشه مادرم با آقام میگفت برو بشین لب دریا، آدمی که دریا رو دیده باشه انقدر بخیل نمیشه. خوشگلم نه؟ بیا بردار کفشتو. داری میمیری آخه، یه دوا درمون بکن مادر. مرده کار از این بهت بدم. قرص مرس ولش، دوات همینه. Oh.
بیشتر شبا خالم و شوهرش خونه نبودن، میرفتن روزه، تکیه، مجلس مسئله. من تو خونه تنها میموندم با دایی مسایی و آشپز. شوهرش نز داشت شبای جمعه تو صحن حضرت معصومه بخوابه. دایی مسیب میرفت ظرفا رو میشست، بعد چراغا رو خاموش میکرد، میخوابید. بعد من میموندم با 22 اتاق، یه حیات درندشت و اون همه دار و درخت. اون وقت وهم برم میداشت، وهم برم میداشت. از هر گوشه یه صدایی میومد، از هر طرف، از هر طرف یه سیاهی سر میکشید. از هر گوشه میترسیدم. اون وقت هم برم میداشت، از ترس خودم رو خیس میکردم. اون وقت به خودم میگفتم پسر، پسر نترس، صبح میاد روشن میشه. کم کم هوا روشن میشد، سفیده میزد. اون وقت از دور یکی میخوند، از دور دورا. من صفر برو شاتوت، من صفر برو شاتوت، من صفر برو شاتوت. کسی نبود بنده شهر برم ببنده. اینقدر چپ و راست بستم تا یاد گرفتم، خیلی چیزا یاد گرفتم.
دفعه آخر که زدم به موتو سه چرخه سرم شکست دوشنبه بود. حالا میدونم که دوشنبه ضرب در سه میشه چی؟ شیش. شیش روز که نه، چون ازش گذشته. حالا شیش دفعه دیگه یا نمیدونم شیش هفته یا شیش ماه یا شیش سال دیگه دوباره میخورم یه چیز سرم میشکه. اینا همه حساب داره دختر جون، حسابش هم نمیشه واسه کسی. هر کی واسه حساب خودشون گرده. اگر هم به کسی بگی باور نمی کنه. قبول داری؟ حکایتی دنیا. بعدشم مردی که ولم کرد و رفت. اینجاست بچگیم، همش اینجا گذشته میونه همین خاک و خور، توی همین کوچه پس کوچه ها، کنار همین هشتی ها، خونمون تو اون یکی کوچه است. همینجا باش تا من برگردم مادر بزرگم رو ببینم و بیام. راستی تو چی راجع به کس و کارت به من نگفتی؟ باشه وقتی برگشتی وسط میگم. Thank you.
ببخشید یه زن قد بلند سفید رو به اسم مهری نمیشناسی؟ نه ما همچی کسی اینجا ندید. جون تو ماشینا تو جاده یه زن قد بلند سفید رو ندیدین؟ قد کوتاهش هم ندیدیم آقا جان.
یه زن قد بلند سفید رو این طرف ها ندیدی؟ خیال کردی منم مثل خود بدبخت و بیکس و کارم شجر اون طرف ما رو کمتر دارم من پسر شفت بخارم بدبخت من پسر شفت بخارم بدبخت منم دختر خاموش شیرازی بوده اون وقت تو زنی که قربتی در به در خانم خانم بالا نصفت و ملوکه نصف پاچه ها رو مولوی مال اونه سی تا مجده تو در سبال من این سستن دکتر هیچی کسی
باشیم چی مراقب بده این چه همه شما کتابه کتابه شما